خیلی محترم، خسته نباشید. سالم باشید. هر زیاده به احترام خدمت شما، ممنون از اینکه وقت داشتین که با هم یک صحبتی داشته باشیم. میخواستم یک معلومات کلی راجع به شفاخانه که امروز عملا سنگ تعدابش گذاشته شد و قرار است در آینده نزدیک انشاءالله کار شروعش نشما داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. امو قسمی که در صحبت‌های پراکنده خود عرض کردیم، از قدیم ما این نیت را داشتیم که بالاخره یک شفاخانه یا یک کلینیکی در سرزمین لومان ساخته شود تا او در خدمت مردم و در خدمت نسل‌های موجود و نسل‌های آینده قرار بگیرد. خداوند توفیق داد در اواخر 1399 خدمت مرجع اعلی تشیع حضرت آیت الله العظمای فیاض رسیدیم، این مسئله را با ایشان مطرح کردیم. با توجه به این که بنیاد خیریه آیت الله العظمای فیاض هم اکنون در حدود 5 شفاخانه را تحت پوشش و تحت کار داره و این توسط بنیاد خیریه انجام میشد، ما هم بالاخره پیشنهاد کردیم که خوب است در این سرزمین لومان هم یک شفاخانه ساخته شود. ایشان قبول کردن. امیدواریم که بالاخره کمک های عمده این شفاخانه از طریق بنیاد خیریه حضرت آیت الله عظمای فیاض تأمین شود تا به امید پروردگار عالم و توفیق پروردگار عالم این شفاخانه به احسن وجه به تکمیل برسد. انشاءالله. اگه برای شما دقیق مشخص هست که تاریخ شروع کارش چه وقت خواهد باشه؟ شروع کارش همین روز که سنگش گذاشتیم دیگه، یعنی می تاریخ شروع کاره. امروز تاریخ چند میه؟ 28 سور 1400. اینم امروز انشاءالله کار از این شروعه، دیگه تأخیر نداره. اینم تو لنگان لنگان با پیش میریم تا که انشاءالله این تکمیل شود. منتها در قسمت چی؟ در قسمت نقشه. یک نقشه پیش علاجان ما هست که روی از این نقشه تقریباً 15-16 روز در بنیاد خیریه کار شده است. ای با مشوره آجی آصف، رئیس بنیاد خیریه آجی آصف صادقزاده و انجینیرهایی که با ایشان همکار است، ایشان با اینا در تماس بود، رفت و آمد داشت. بالاخره اینمی نقشه ای که امروز در این دشت پیاده میشه، با توافق رسید که اینمی نقشه باید پیاده شود، که این نقشه نه بسیار کلان است و نه بسیار خورده، به تناسب موضوع، به تناسب ظرفیت لومان این نقشه در نظر گرفته شده، به خاطری که اگر بسیار کلان باشدن به درد نمیخوره و بسیار کوچکش هم به درد نمیخوره، به تناسب اینمی منطقه این نقشه در نظر گرفته شده که به امید خدا پیاده میشه ان شاء الله. هزینه ای که قرار است روی از این پروژه به مصرف برسه چه هزینه؟ فکر میکنم که به اینمی نقشه اگر پیاده شود این 270,000 دلار مصرف داره. خب این بودجه که یادآور شدین آیا مهیا شده هست به دست شما؟ این یک قسمتش را اگر بنیاد خیریه برای ما کمک کنه، یک قسمتش را، حالا گفته نمیتوانیم که نصفش ایشان کمک میکنه، ثلثش کمک میکنه، دو ثلثش کمک میکنه، ولی قسمت عمدهش ما باید خود ما تامین کنیم. یعنی هنوز مشخص نشده که مرجع عالی که یادآور شدن؟ نه معین نشده. ایشان در کل شفاخانه‌ای که الان تحت کار داره از اول نمیگه ما اینقدر بودجه میدیم. چرا؟ به خاطر ازی که این بودجه، تهیه بودجه مربوط می شود به چیز؟ به کمک هایی که از دنیا برایشون میاد، او به تناسب اما کمک هایی که خیرین دنیا میکند مثلا بودجه را برای شفاخانه اختصاص میده. دیگه یک شفاخانه چیز بودجه معین او رقمی دولت بری در بیت المال نداره که رو مشخص کنه. این قسمی که یادآور شد 270,000 دلار یک مبلغ بسیار هنگفتی هست. اگر احتمال ازی باشه که بودجه از طرف مرجع تکمیل نشونه، اکمال نشونه، یه طور امیدواری هست که دوستا سهم بگیرن و بله، پروژه در کل تکمیل شه؟ بله جناب آقای یاوری، ما در فصل جدید این سیومین مؤسسه یک شروع به کار کردیم. اولین مؤسسه ای که ساختیم امی جامعه زهرای لومان بود که تقریبا به مصرف 70 میلیون تومان او زمان تومانای اون موقع، بالاخره اینا رو ما از مهاجرین ایران جمع کردیم و آوردیم ایره امی جامعه زهرا رو ساختیم. کار دومی که ما انجام دادیم مسجد و مدرسه خاتم الاوصیا در غرب کابل که این مسجد را ما با مصرف 200,000 دلار، مدرسه را هم که پرارسال علاجان ساخت با مصرف 50,000 دلار ساختیم. ما این امیدواری را داریم که عرض کنیم این بودجه را متباقی بودجه را خود ما تکمیل کنیم.
انشالله. چطور این نقطه که برای اعمار شفاخانه مد نظر گرفته شده به نظر شما یک نقطه از چه لحاظ انتخاب شده؟ این نقطه عرض کنم اولی یک حد وسط، حد وسط مثلا سر لومان اینجا رسیدگی میتونه، پای جلگه لومان میتونه، شرق میتونه، جنوب و شمالش اینجا رسیدگی میتونه، تامخول اینجا رسیدگی میتونه، یک حد وسطه. همونطور که امت پیغمبر امت وسطه، این نقطه هم نقطه وسطه و یک جای مناسب است برای این مسئله. یک مسئله، مسئله دیگه در جای دیگه ما زمین پیدا نتونستیم، اعلان کرده بودیم منتها اینجا چی شد دیگه. شاه حسین خدا حفظ کنه سلامت داشته باشه، ایشان پیش قدم شد، این فداکاری و ایثارگری کرد که زمین در اختیار ما قرار داد. فکر می‌کنید تا چه اندازه میتونه مشکلات مردم منطقه را از لحاظ امکانات صحی برطرف کنه؟ اینا بستگی به مدیریت آینده داره که بعد از تکمیل شفاخانه اگر مدیریتش به هر اندازه‌ای که مدیریتش سالم بود با ما اندازه میتونه برای مردم خدمت کنه، به هر اندازه‌ای که مدیریت سالم بود. اگر خدای نخواسته این رقم بقیه ادارات و فساد اداری به وجود بیاید، دکترایشون مثلا خوب نباشه، طبعا خدمتش هم کم خواهد بود، خدمات رسانیش هم کم خواهد بود. این فقط بستگی به مدیریت آینده داره. که ای با کمک اینمی مردم و خیرینی که در منطقه ای ضرورت داره، هر اندازه ای که اینا بالاخره ای شفاخانه را تحت حمایت داشته باشه با ما اندازه مدیریتش هم سالم میشه. مدیریت که سالم شد با ما اندازه سلامت مدیریت خود ای در خدمت مردم قرار میکرد. لطف کردین، ممنون از اینکه وقتش که با هم صحبت. تشکر، تشکر شما. خوش دارد. التماس دعا. وقتش شهدا، شهدای کشور و دیار و سرزمین ما، شهدای لیسه سید و شهدا، خوشنودی قلب آقای امام زمان، سلامتی اهل اسلام، جمعیت حاضرین، بر محمد و آل صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إنه كان توابا، صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله تعالى قدم ببركات وخيري كدر جهت إحياء شفاخانة أساسي در این سرزمین که مربوط ساحه لومان هست برگزار می شود و افتتاح خداوند انشاءالله پایدار و ماندگار و خجسته و بالنده گرداند بر محمد و آله صلوات. برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر، ارواح و نال تراب مقدم الفدا و سلامتی مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما شیخ اسحاق فیاض دام ظله العالی و سلامتی خودتان و سلامتی همه مسافرین اهل ایمان و خوشنودی ارواح طیبه شهدا، بالاخص شهدای لیسه سید الشهدا، صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لأهله والصلاة على أهلها. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. در آغاز تشکر میکنیم از برادر بزرگوار، برادر محترم شاه حسین قریه کلان که این زمینی که الان استاده ایم زمینی را برای تأسیس شفاخانه از زهرا واگذار کرده است. خدای تبارک و تعالی برای ایشان سلامتی، برای خودشان و فرزندانشان طول عمر عنایت کند، امواتش را غریق رحمتی به منتهای خیش قرار بدهد. برای سلامتی ایشان صلوات ختم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این مقدمه میخواستم یک مقداری درباره تحولات اخیر کشور صحبت کنیم که او مناسبت به موضوع امروز ندارد، از این صرف نظر میکنم و به طور خلاص عرض کنیم که ببخشین که یادمون رفت از قرائت قاری محترم استاد بزرگوار جناب حاجی آقای شیخ عبدالواحد مصباح امام جمعه لومان و مدرس حوزه علمیه جامعة الزهراء یک دنیا متشکریم و همچنین برادران عزیزی که از دور و نزدیک تشریف آورده اند و خاطر افتتاح شفاخانه از زهرا هم از مویسفیدان، جوانان، عزیزان، مؤمنین و متدینین یک دنیا متشکریم. در مقدمه عرض کنیم که سال گذشته ای که اواخر 1399 بنده مشرف شدیم در نجف اشرف خدمت مرجع اعلی تشیع حضرت آیت الله العظما شیخ اسحاق فیاض دام ظله العالی. و یکی از مسائلی که خدمت ایشان مطرح کردیم با توجه به این که بنیاد خیریه آقا همکنون در نقاط مختلف هزارجات 5 دانه شفاخانه را تحت کار دارد، با توجه به این مسئله خدمت ایشان عرض کردیم اگر موافق باشید یک شفاخانه در سرزمین لومان هم اضافه شود. ایشان با لطف و بزرگواری و با ای که با لطف و بزرگواری ایشان این مسئله را تایید کردند به این عبارت که فرمودن اشکال ندارد. بنابراین بنده در صدد شدم که یک زمین را در سرزمین لومان و هم اکنون این زمینی که استاده ایم آماده شده است برای تأسیس شفاخانه از زهرا. امر حضرت آقا را در این قسمت گرفته ایم و امیدواریم که بنیاد خیریه آیت الله العظمای فیاض این شفاخانه را هم تحت کوشش قرار بدهد، اما قسمی که بقیه شفاخانه ها را تحت کوشش دارد این را هم تحت کوشش قرار بدهد
و مهمتر از همه توجه خاص پروردگار عالم را خواستاریم که پروردگار عالم به لطف خود با ماها کمک کند، توفیق عنایت کند که تا این شفاخانه ای که یکی از باقیات و صالحات است و امروز آغازی به کار میکنیم ای را تکمیل کنیم و در خدمت مردم متدین و خداجوی لومان و غیر لومان قرار بدهیم. خدمت مبارک شما عرض کنیم که در این رابطه شما برادران عزیزی که اینجا تشریف آورده اید، دیروز ما با مشوره آقای استاد مصباح از هر ملابستی یک ملا امرای مویسفی دعوت کردیم که در این افتتاح شرکت کنند و خیلی هایشان تشریف آورده. در این رابطه این جانب از جناب شماها توقع کمک مادی نداریم، برای اینکه وضعیت منطقه به گونه ای نیست که ما از شما طلب کمک مادی داشته باشیم. خشکابی ها از یک طرف، بیماری کرونا در سرتاسر کشور، بحرانهایی که از انتحار در جای جای شهرهای افغانستان به وجود آمده، این می طلبد که از شما توقع کمک مالی نداشته باشیم. فقط یک خواهش شما داریم که علاجان که اینجا مشغول کار است، شما برادرایی که از دور و نزدیک تشریف میارید، فقط یک آفرین و احسن به ایشان بگید تا اینا تقویه قلبی پیدا کنه و کارهایشون را به صورت صحیح ادامه بدهد. و این کمک را در عرف آخوندی کمک معنوی میگه. کمک مادی موقوف، فقط کمک معنوی. همین که بیایید به ایشان یک احسن بگید، بالاخره ایشان تقویه قلبی پیدا میکنه و اینطور فکر میکنه که مردم لومان، ملابسته های لومان از تأسیس این شفاخانه حمایت میکنه و واقعا هم باید حمایت کنه، برای که این اولین مؤسسه بهداشتی است که در سرزمین لومان ساخته می شود. اولین مؤسسه بهداشتی است. اگر این تکمیل شود و بعد از تکمیل دارای یک مدیریت سالم باشد، دکترهای خوب اینجا به خدمت گرفته شود، این می تواند که در طول سالیان متمادی در خدمت از این مردم قرار بگیرد و این یکی از باقیات صالحات است که در ثواب ازی نه تنها مرجع اعلای تشیع که شما برادرها مؤمنین و مؤمنات این منطقه که ازش حمایت میکنه همه در ثوابشون شریکه، به شمول جناب آقای حسینی که این زمین را در اختیار ماها قرار داده است و امروز انشاءالله اولین سنگ تعداب ازیر در اینجا در این سرزمین میگذاریم. ضمناً از پشت این بلنگو به تمام مهاجرینی که در خارج کشور، در استرالیا، در ناروی، در کانادا، در آمریکا، در جاهای دیگر زندگی میکند، از تمام اینها تقاضا میکنیم که ما را در تأسیس و تکمیل شفاخانه از زهرا فوق العاده کمک مادی داشته باشد. ما هم از طریق تلفنی تماس میگیریم، شما هم از طریق موبایل و اینترنت و اینها تماس بگیرید که اونها کمک های مادی خود را در تأسیس و تکمیل از این شفاخانه مزایقه نکند و دستشون باز است، اونها کمک های زیادی میکنند. امی شبهای 19 ماه مبارک رمضان جلوتر بود، ظاهرن اتفاق شهادت 150 نفر زخمی، شهید و مجروحی که در لیسه سید الشهدا اتفاق افتاد، رئیس بنیاد خیریه آقا و بنده هم در خدمتشان بودیم، رفتیم از شهدای از این حادثه خبر گرفتیم. به تعداد 20 نفر زخمی های این حادثه را خدمتشون در شفاخانه های مختلف رسیدیم
مساعده آقا را به ایشان تقدیم کردیم و سلام حضرت آیت الله العظمای فیاض را به اینها تقدیم کردیم. گذشته بر این در حدود 58 نفر شهید، از اینها هم رفتیم دیدن کردیم، سلام آقا را تقدیم کردیم و مساعده آقا را به اینها دادیم. اونجا ما متوجه شدیم که تنها بنیاد خیریه آقا نیست که به شهدا و مجروحین حادثه اخیر و حوادث گذشته کمک میکند، بلکه بنیادهای خیریه از سر تا سر دنیا برای اینها کمک کرده و کمک خواهند کرد. مخصوصا کمک های اروپا، استرالیا، ناروی، کانادا، امریکا یک پشت هم برای این زخمی ها و برای مجروحین و شهدا تقدیم می شود. و متاسفانه که در بعضی از کمک ها یک کم خیانت صورت می گیرد، یعنی کار بالاخره کمک ها به جایشان نمی رسد که اونایش هم انشاءالله قابل اصلاح هم. بنابراین ما از پشت از این بلندگو بالاخره اعلان میکنیم به تمام مسافرین و مهاجرین از این سرزمین و سرزمین های دیگر که همسایه ما و شماست، که انشاءالله چه در استرالیا باشند چه در جاهای دیگر باشند، که کمک های مادی و مالی خود را از این شفاخانه از زهرا مزایقه نکنند. در پایان از همه برادرها مخصوصا از علمای اعلام، مویسفیدان، بزرگواران، جوانانی که امروز اینجا تشریف آوردن و باعث قوت قلب ماها گردیده است، یک دنیا متشکر هستیم. شما برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر و برای سلامتی مرجع اعلای تشیع حضرت آیت الله العظمای فیاض صلوات ختم کنید. لومانی ها هم آدمای خیر زیاد دارن. ما یکیش را میشناسم، آجی احمدی سنجوی. شنیدم که ارسال کمک های خوبی را در اختیار فقرای از این منطقه و غیر منطقه قرار میدهند. اما طور که ایشان برای فقرا کمک میکنه، ما امروز از پشت از این بلندو خواهشمند هستیم که برای تأسیس از این بالاخره شفاخانه از زهرا هم کمک نماید. خب بقیه برادرها و خیرین را بالاخره نمیشناسیم که اینها کی هستند، منتها باید برای ما کمک کنند. و عرض کنم حضور مبارک شما که در پایان از تشریف آوری همه شما تقدیر و تشکر داریم برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر و برای سلامتی خودتون صلوات ختم کنیم. تعداد گذاری شفاخانه شروع می شود که با دست توانا و مبارک استاد معظم الله علی مصطفی فیاض مقرا شد به برکت صلوات بر محمد آله. خداوند انشاءالله که این تعداد اساسی را برای ملت لومان جاغوری مبارک کنه بر محمد آله صلوات. خداوند انشاءالله حضرت آیت الله عظما آقای فیاض را و ریاست محترم دفتر و همه همکارانشان را از بلاها حفظ کند و از این برنامه انشاءالله همه ما جامعه ما مستفید بشود بر محمد و آلش صلوات. خداوند تبارک و تعالی این بنای خیر را به حد اکمال و اتمام برساند. سلامتی امام زمان و سلامتی مرجع عالی قدر تشیع حضرت آیت الله فیاض بر محمد آل محمد صلی الله علیه و آله محمد. آقای معصومی تون بیا، آقای متحرک زاشت، آقای متحرک، آقای مویسفیدا بایی، آقای فیضیر بگیر، 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 آقای فیض
اللهم كل ولي آقای فیضی آقای محمدی شمخان آقای حسینی برای سر سلامت آقای زمان صلوات آقای محمدی منتی کرد؟ آقای غلامی بیا مسلمی بیا مسلمی با قیشید مستقی یک صلوات کتاب بگو استاد سلامتی آقای زمان بلند صلوات محمد و آل محمد عجل محمد و آل محمد شریف اینی که در سنگم بگیم نه محمد و آلهی صلوات خدا من انشالله ای پاسنگ اساسی تعداد شفاخانه از ضرار مبارک کنه بر محمد و آل صلوات کلنگ خیر و برکت و عافیت باشه صلوات بلند استاد دیکنی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا حمید و به حق محمد یا آل و به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن و انت ذو الاحسان یا قدیم ذی الجود و الاحسان به حق الحسین علیه السلام و به حق ذریت الحسین علیه السلام پروردگارا این بنای اساسی و کلیدی را برای ملت لومان جاغوری مبارک گردان پروردگارا به همه خیرین و بانی محترم حضرت آیت الله العظما فیاض مد جلال عالی و برای حضرت استاد فیاض لومان که واسطه بالخیر شفاخانه از زهرا شده اند توفیق عزت عظمت بلندگی عنایت فرما پروردگارا ارواح طیبه شهدای اسلام شهدای کشور ما شهدای غرب کابل را شادمان گردان پروردگارا به همه خیرین و عزیزانی که در آینده نزدیک سهم میگیرند توفیق برای عزت و عظمتشون سلامتیشون عنایت بفرما حسن عاقبت برای هممون برای این جمعیتمون برای پرسنل برای بانیین برای کارگران برای آینده شفاخانه ملت اسلام ملت جاغوری لومان عنایت بفرما بر محمد و آل پاک محمد صلوات الله صلوات بر محمد و آل محمد آقای استاد تبریک باشه تبریک باشه تبریک باشه خدا